ده چیز نباید با معده خالی خورده شود. پس از وقفه طولانی بین وعده‌های غذایی معده ما خالی می شود. در این زمان ما به شما می گوییم چه غذاهایی را نباید با معده خالی بخورید. وقتی گرسنه هستیم می توانیم همه چیزهایی که خوردنی به نظر می رسد می خوریم. زیرا وقت احساس گرسنگی می کنیم می خواهیم شکم خود را با هر نوع غذایی پر کنیم بدون اینکه به تأثیر برخی غذاها فکر کنیم. در واقع یک پیاله قهوه قوی یا آب پرتقال تازه و یک کروسان آنقدرها هم که به نظر می رسد برای سبوکاها سالم نیست. در این ویدیو به شما می گوییم هضم غذاها را بهتر است با معده خالی نخورید. اما قبل از آن لطفاً با لایک و سابسکرایبتان کانال نگاه نو را حمایت نموده و در ادامه ویدیو با من همراه باشید. یک شیرینی. خوردن یک کیک مانند خوردن یک کروسان شکلاتی برای صبحانه است و بسیار وسوسه انگیز به نظر می رسد، در حالی که برای بدن راه مستقیم به دیابت است. واقعیت این است پانکراس ما به سختی می تواند دوز عظیم انسولین را که با شیرینی های مختلف همراه است و باعث افزایش سریع سطح قند خون می شود تحمل کند. سعی کنید احتیاط به قند را از خود دور کنید و برای صبحانه چیزی سالم و خوشمزه که رضایت بخش باشد انتخاب کنید. شماره 2، کیله یا موز. کیله به تنهایی کاملا بی ضرر هست، اما وقتی با معده خالی خورده شود بیشتر ضرر دارد تا مفید. مقدار زیاد منیزیم و پتاسیم موجود در این میوه می تواند تعادل منیزیم پتاسیم را در بدن به هم ریخته و در نتیجه به سیستم قلبی عروقی آسیب برساند. اگر کیله را بعد از غذای اصلی بخورید، خواص مفید آن و تمام ویتامین ها بسیار بهتر جذب می شود. شماره 3، قهوه. بسیاری از ما نمی توانیم یک روز خوب را بدون یک پیاله قهوه تازه و قوی شروع کنیم. افسانه های بسیاری در مورد مضرات یا فواید مطلق آن شکل گرفته است. علی رغم این واقعیت، هنوز برخی موارد منع مصرف در مورد یک نوشیدنی نیروبخش وجود دارد. اگر قهوه را با معده خالی بنوشید، به تولید بیش از حد آب معده کمک می‌کند که منجر به تحریک غشاهای مخاطی و ناراحتی خفیف و در بدترین حالت منجر به ورم معده یا حتی زخم می‌شود. شماره 4، نوشیدنی های گازدار. تمام نوشیدنی های سردی که روز خود را با آنها شروع می کنید مستقیما بر فرایند پیچیده متابولیک در بدن تأثیر می گذارند که در حال حاضر نیاز به حمایت مداوم دارد. بهتر است قبل از صبحانه یک لیوان آب گرم بنوشید و این ترتیب فرایند هضم را شروع می کنید و سرعت متابولیزم کمک می کنید. از کم آبی بدن جلوگیری می کنید و احساس خوبی به پوستتان می دهید. آب ساده به دفع سموم از بدن شما کمک می کند و روز خود را با طراوت آغاز می کنید. شماره 5، غذاهای حاوی مخمر. اگر واقعا گرسنه هستید، غذاهای پخته شده حاوی مخمر بهترین انتخاب نیستند. این محصولات مخمر مقصر اصلی این واقعیت هستند که پس از خوردن غذا از افزایش تولید گاز رنج میبریم و همچنین احساس سنگینی و ناراحتی میکنیم. اگر نمیتوانید شیرینه های داغ را برای صبحانه رد کنید، سعی کنید آنها را بدون مخمر بپزید. برای مثال، می توانید حتی با پنکیک های مورد علاقه ایتان هم از خوردن لذت ببرید. شماره 6، غذاهای تند. غذاهای خیلی تند یا حاوی ادویه های مختلفی که با معده خالی خورده می شوند براحتی می توانند باعث سوزش معده و درد معده شوند و همچنین به اختلالات مختلف در سیستم گوارش کمک می کنند. برای مثال، در مورد پیاز یا سیر نیز همینطور است. دومی منبع غنی آلیسین است، ماده‌ای که مخاط معده را تحریک می کند. شماره 7، بادنجان رومی یا گوجه فرنگی.
ممکن است تصمیم نگیرید روز خود را با صبحانه‌ای که فقط حاوی گوجه فرنگی است شروع کنید. اما اگر دوست دارید چند گوجه گلاسی را به عنوان میان وعده میل کنید. و یاد داشته باشید که گوجه فرنگی به دلیل داشتن اسید زیاد معروف است که ترشح معده را افزایش می‌دهد و باعث سوزش سر دل و ناراحتی می‌شود. به هر حال آنها یا نباید با معده خالی خورده شوند یا باید با غذاهای دیگر رقیق شوند. شماره 8، سبزیجات. سبزیجات خام حاوی اسیدهای آمنه یا امینو اسید و سایر موادی هستند که به مخاط معده کاملا تهاجمی هستند. اگر به طور منظم صبحانه یا میان وعده را منحصرا سبزیجات می‌خورید، یک روز بدن ممکن است علائم بیماری‌های مانند ورم معده یا زخم را نشان دهد. سبزیجات تازه را به عنوان پیشغذا با غذای اصلی انتخاب کنید. حتی بهتر است آنها را بخارپز کنید و یک شام سالم با مرغ بدون چربی و سبزیجات بخارپز میل کنید. شماره 9، وقتی گرسنه هستید بحث نکنید. دفعه بعد که دوام میکنید ممکن است بخواهید قبل از بحث بیشتر چیزی بخورید. مطالعات نشان می‌دهد که وقتی مردم احساس عصبانیت می‌کنند، معمولاً با قند خون پایین دست و پنجه نرم می‌کنند و خوردن یک میان وعده گاهی اوقات می‌تواند با عصبانیت مقابله کند. شماره 10، ساجق یا آدامس در معده خالی. جویدن ساجق یا آدامس با معده خالی هرگز ایده خوبی نیست، زیرا جویدن باعث می شود دستگاه گوارش شما اسید گوارشی بیشتری تولید کند. اسید می تواند پوشش معده شما را از بین ببرد، زیرا هیچ غذایی روی شکم وجود ندارد و در نتیجه باعث ایجاد زخم می شود. امیدوارم این گونه معلومات مورد پسندتان قرار گیرد. لطفاً نظراتتان را با ما شریک سازید. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. مثل همیشه صحتمند و سالم بمانید.